سلام، صحبتم با اون دسته از سلبریتی هایی هستش که ادعاشون میشه که ما دغدغه‌مون ملت ایرانه، ولی بلند میشن میرن آمریکا و عرض از مملکت خارج میکنن و دهنهای گشادشون اونجا وا میکنن. اگه خیلی وجدان دارید، اگه شرافت دارید که ندارید، گرین کارتاتون رو بذارید زمین یا نمی کنید، برید همونجا دهنهای گشادتون رو اونجا باز کنید و هرچی دلتون بخواد بگید. تو که اون گوشه نشستی، به قول آقا امید خفه شو. سلام و درود به همه هموطنان عزیزم. ما یک پیامی داشتیم برای سلبریتی های محترم، البته نه همشون، چون ما سلبریتی با شرف هم انصافا کم نداریم، اما یک حرفی داریم با اون دسته از عزیزانی که همیشه اذیت کردن به نحوی. ما همیشه تحمل کردیم شعافای شما رو، سیاه نماییاتون رو، وطن فروشیاتون رو. همیشه میرید جشنواره‌های خارجی، تا اونجا که زورتون میرسه آبروی ایران رو یعنی میبرید. یعنی شما در عرصه بین المللی آبرو نذاشتین برای ما. یک جوری شده که مردم دنیا فکر می‌کنن ما ایرانی‌ها همچنان داریم با شطور و اسب و الاغ تردد می‌کنیم توی خیابونمون. اینا که بماند. از بدبختی و عقب افتادگیمون میگین، از شرایط بد اقتصادی ما میگین، که حالا بماند که من موندم واقعا جشنواره‌های سینمای خارجی چه جای گفتن این حرفاست، اونم توی همون کشورایی که خودشون تحریم کننده ما هستن، خودشون عامل بدبختی ما هستن، و شما با این حرفا میرید که باعث میشید که باز بیشتر ما رو تحریم بکنن. خیلی عجیبه. اما آیا وسط حرفاتون اینم بهشون میگین که خودتون هم توی مشکلات ما نقش دارین؟ بهشون گفتین که تبلیغ خرید خونه توی خارج از ایران میکنین، توی ترکیه و دبی میکنین؟ گفتین که توی ایران به ریال پول در میارین، میبرید خارج، ارز مملکت رو خارج میکنین، به دلار خرجش میکنین؟ مردم ها میدونن که هر هزار دلاری که این عزیزان از مملکت ما خارج میکنن چه آسیبی به سفره تک تک ماها میزنه. شماهایی که مدام در حال ریختن اشک تمساح برای مردم ایرانی، شماهایی که مدام جیغ بنفش میکشید که آی مردم ملت، مردم ایران مردن از گشنگی، بدبختی، شما خودتون به سهم خودتون چیکار کردین برای مردم؟ برای اینکه شاید یه خورده حال بعضیاشون بهتر بشه، مالیاتتون رو دادین، چه میدونم بخشی از درآمدتون رو دادین برای طبقه فرودست که یه خورده برای چند روز چند نفر چند تا فقیر حالش بهتر شه؟ هیچ کاری که نکردین، هیچ. از پشتم دارین با این ارز خارج کردنتون به ماها خنجر میزنین، همیشه به تک تک ماها دارین ظلم و خیانت میکنین شماها. بنابراین اینجا این دلسوزی‌ها و اشک تمساح ریختن‌ها و حرکات نمایشی و شعارها، لطفاً سلبریتی‌های عزیز، از این به بعد گرین کارتتون رو راحت بذارید زمین، یه خورده کمتر برید خارج، یه خورده کمتر ارز خارج کنید. شاید که اون وقت رفتار و اعمالتون شبیه شعارها و حرفای پوپولیستیک نشد. سلبریتی عزیز، گرین کارتتون رو زمین بذارید. آقای اصغر فرهادی، آقای احسان کرمی، خانم علی دوستی و شما اون دست از سلبریتی هایی که از شدت خود تحقیری، خود کمبینی به پوچی رسیدید، به کمی رسیدید و با خودتون درگیرید. حداقل اگر با نظام مشکل دارید، اگر با دین مشکل دارید، یک جو معرفت و انسانیت نسبت به خاک کشورتون، نسبت به تمدن و فرهنگ و تاریخ غنی کشورتون داشته باشید. خیلی فکر میکنید جالب و قشنگه که برید بشینید چه 4 غرب‌گدا و 4 آدمی که خودش داره غبطه میخوره به فرهنگ کشور ما و از بدبختی ها و از پوچی ها و بیچارگی ها و عقده هایی که خودتون دارید تجربه میکنید و میندازید گردن کل مردم 80 میلیون جمعیت ما، از اینها بگید براشون. خیلی قشنگه. شما فکر میکنید که بعد از اینکه از اون محفل بلند میشید میای پشتتون نمیخندن؟ اونا خیلی بهتر از شما میشناسن تاریخ تمدن ایران، خیلی بیشتر از شما میشناسن. مطمئن باشید، یادتون باشه، کسی که به کشور خودش خیانت میکنه و درویی میکنه تو هیچ کشوری جا نداره. این یادت باشه. ببینم شما انقدر که میایید حرف میزنید و میگید به فکر مردمی، مردم برای ما مهمن، و حالا خودتون اشغالتون رو میکنید، سیاه نماییاتون رو میکنید، ببینم وجود اینو دارید که کارتای گرین کارتتون رو بذارید زمین؟ وجود دارید؟ ندارید. شما جیره خور غربید، شما استخونهایی که از غرب میگیرید براتون حکم طلا رو داره. شما ارزشمند نیست و خیلی کم و پوچ و هیچید. آهای سلبریتی های وطن فروش، شما صدای مردم نیستین، شما درد مردم ایران هستین. روشنتر از خاموشی چراغی ندیدم، پس شما های اون گوشه نشستین، لطفا خفه شین.
یا از کشور خارج شو یا گرین کارت تو زمین بذار و کشورتون دفاع کن. تو ما عاشق ایرانی وطن فروش هم نمی. سلام امید جان، این هنر پیشای دوزاری به خاطر دو قرون پول تو این جمع کوچیک خودشون هزار جور کسافت و هرزگی و تجاوز به بار آوردن. اونجا هم آیا تقصیر آخونده و تقصیر دولته؟ راست میگه اون دختره، ما تو ایران از صبح باید بجنگیم. اینا میجنگن به خاطر یه قرارداد، به خاطر دو قرون پول، به خاطر یه نقش تن به هزار جور کسافتکاری و نگبت بدن. خاوری یه دفعه یه پول دزدید و اختلاس کرد رفت از کشور بیرون. اینا هر روز و هر روز هر هفته دارن ارز مملکت رو خارج میکنن و خسارت میزنن به این کشور، زبونشون هم دراز و مالیات هم نمیدن. به اصطلاح هنرپیشه های دوزاری، این گرین کارتتون رو بذارین زمین اگه راست میگین، یه خورده غیرت داشته باشین، کمتر خسارت بزنین به کشور، کمتر آبرومون رو همه جا ببرین، هی هر جا بشینین از کشور سیاه‌نمایی و هی هر جا بشینین بد بگین. آبرو ما مردم رو دارین میبرین، نه آبروی دولت. خاک تو اون سرتون بکنن. چقدر شما بی شرف و بی سواد و بی غیرتین، یه ذره شرف ندارین شما، خجالت بکشین. رود به تیم رودست. امید آقا و تیم رودست، خیلی خوشحالم که دوباره باز گرد خاک کردید. سلیبریتی عزیز، خواهش بکنم ازتون گرین کارتتون رو بذارید پایین. اگه نذارید این ملت که یکشم منم، از طرف خودم صحبت میکنم که زیاد وابسته به اسلام و آقا و اینا نیستم، حدود 7-8 سال آلمان بودم و برگشتم تو ایران، تو کشور خودم دارم زندگی خوبی میکنم و تجربه خوبی هم از اونها به دست آوردم. بماند گرین کارت تو زمین بذار. میدونم که نمیذارید، البته شما وابسته تر از صحبت هستید، ولی خب یک کمی تحقیر بشید از طرف افراد مختلف این کشور بد نیست. جماعت سلیبریتی، شما که ادعای اینو دارین دلسوز مردم ایران هستین، غمخوار مردم ایران هستین و تا یک تریبونی گیرتون میاد، مخصوصا که یک تریبون بین المللی باشه، سریع شروع میکنین به عجز و ناله کردن و سیاه نمایی علیه مملکت خودتون با این ادعا که میخواییم صدای مشکلات اقتصادی مردم ایران باشیم. دمتون گرم. اما آیا میدونین که بخش زیادی از مشکلات اقتصادی به خاطر خروج ارز از کشور است و شماهایی که گرین کارت دارین حداقل سالانه بالای 10 تا سفر خارج از کشور دارین و برای هر سفر شما حداقل بین 20 الی 30 هزار دلار ارز از کشور خارج میشه؟ اگه واقعا راست میگین که دلسوز مردم ایران هستین که دروغ میگین، گرین کارتت را زمین بگذار. سلام خدمت همه هموطنان عزیزم، تسلیت میگم کشته شدگان حادثه تلخ متروپول را به همه ایرانیان عزیز. بعد از این اتفاق تلخی که برای کشورمون افتاد، یه سری از سلبریتی‌های بی‌سوادمون چه آگاهانه و چه ناآگاهانه رفتن تو زمین دشمن بازی کردن و بعضن برای دیده شدن و کاسبی کردن به نفع خودشون چنین پست‌هایی را منتشر می‌کردن. یه سریشون که در جشنواره‌های کن اظهار نظراتی کردن و پشت نظام، پشت مردم و پشت حکومت خودشون حرف زدن، سلبریتی هایی که به واسطه همین حکومت به پشتوانه همین مردم رفتن تو جایگاهی که میتونن اظهار نظر کنن و میتونن دیده بشن، پشت مردم خودشون حرف زدن. این اصلا کار درستی نیست. خواستم بهتون بگم که گرین کارتاتون رو زمین بگذارید. به توصیه آقای امید دانا که از هوادارشون خیرشون خواستن، یه کمپین را بندازن به اسم گرین کارتاتون رو زمین بگذارید و این کمپین به این عنوان مطرح شده که سلبریتی هایی که میلیاردی حقوق میگیرن و هیچ مالیاتی هم در این کشور نمیدن و به کمک همین کشور رفتن تو جایگاهی که میتونن اظهار نظر کنن، پولاشون و دلاراشون رو میرن در کشورهای اروپایی، در کشورهای بیگانه خرج میکنن و بعدن ادعای همدردی با مردم خودشون رو دارن. این کار اصلا کار درستی نیست. اگر واقعا همدرد مردمین، لطفاً پولاتون رو در کشور خودتون خرج کنید. همدردی که فقط به لب و دهن نیست، همدردی باید تو عمل دیده بشه. جناب سلبریتی گرین کارتی، این کفتر من که اینجا دون میخوره، تخمشم همینجا میذاره. اگه از 1000 تا یه دونه غیر از این در بیاد، ما بهش میگیم کفتر پشت دری.
یعنی چی؟ یعنی اینکه ارزش این گنجه رو نداره، ارزشش پشت در این گنجه است. از این کف در یاد بگیرید. سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگانتون. من میخواستم بدین وسیله از شما هنرمند عزیز و سلبریتی محترم خواهش کنم که گرین کارتت را زمین بگذاری و در این پویش کمک کنی که ارز مملکت به خارج از ایران هدایت نشه. گرین کارتت را زمین بگذار. مرسی. بیپ بیپ ای سلبریتی بیپ بیپ عمل کن، نه دماغ گتا گرین کارتت هم بیدار زمین. سلام سلبریتی های کشور عزیزم ایران، لطفاً گرین کارتتون رو زمین بگذارید. اگه خودتون رو زدین به خواب بیدار بشین قبل از اینکه بدتر از این بشه. نه اگه واقعاً خوابید دیگه بیدار بشید. به اصطلاح هنرمندان کشورمون، گرین کارتتون رو زمین بذارید. چه مسئولین و چه هنرمندان دو تابعیتی، همه شونو ممنوع کار کنید. ضمن اینکه ما هر موقع با اسرائیل به تنش خوردیم فعالیت اینا هم ضد ایران افزایش پیدا کرده. درود بر ایران و ایرانی. سلام امید دانا، خسته نباشید. از همینجا خواستم بگم خاک بر سر سلبریتی های وطن فروش کنم و خاک بر سر کسایی کنم که از اینا حمایت میکنن و طرفدارشونن. منم به کمپین گرین کارت تا زمین بگذار میپیوندم. سلبریتی های عزیز، به جای خارج کردن ارز مملکت و گرا دادن به دشمن، گرین کارتتون رو همین امروز زمین بذارید. این ترانه تقدیم به سلبریتی های دوزاری. گرین کارت را زمین بگذار، گرین کارت را زمین بگذار، که من بیزارم از این نازنین ابزار ناهنجار. گرین کارت دست تو یعنی ستم بر مردم ایران. من اما پیش این بیخاصیت ابزار بنیان کن ندارم جز زبان غم، زبان غم. دلی لبریز خشم و درد، ای بر دوستی دشمن، بر دوستی دشمن. با سلام خدمت بچه های روده است، خواستم پیام بدم سلبریتی ها، گرین کارت خودتون رو زمین بزنید و برای مردم دلسوزی کنید. و سلام مخصوص خدمت امید دانا، خیلی دوستت دارم امید جان. آقای اونا، خانم های سلبریتی، خواهش از تو داریم این گرین کارتتون رو بذارید زمین. نمش به زخم دل این مردم نپاشین، نه جلو دوربین شعار ندین. اگه شرف دارید، اگه راست میگید، اگه وطن فروش نیستید، حداقل بیاد گرین کارتتون رو بذارید زمین. این پولی که توی مملکت در میارید به چهار تا فقیر و دستش تنگ کمک بکنین، تا هم دعاتو بکنن، هم زندگی تو با رونق بشه، هم مردم به اسم یه باشرف بهتون نگاه بکنن، نه به اسم یه دروغگوی وطن فروش خائن. این کارو بکنید، یه جلو چشم مردم چقدر عزیز میشین. با سلام، طرف صحبتم با بعضی از این سلبریتی های خائن وطن فروشه که البته نیملیتری هم نیستن، نیملیتری های وطن فروش. لطفاً گرین کارت های لعنتیتون رو زمین بگذارید و با خارج کردن ارز از این مملکت بیشتر از این باعث گرانی و تورم و فشار روی مردم ایران نشید. لطفاً گرین کارت های لعنتیتون رو زمین بگذارید. با تشکر. سلام، شما سلبریتی نمونه بارز یک تعارضید. به قول استاد رایفور من که همه تون رم کردید. شما اگه به فکر جیب مردم بودید، اگه دغدغه مردم داشتید، اگه به فکر ایران بودید، اگه به فکر اسلام بودید، هیچ وقت روحانی تبلیغ نمی کردید، اونم با پول. هیچ وقت براش تیزر نمی ساختید، شعر نمی سرودید،
یادمون نیارید اون روزا رو که باید براش یک گاندو ساخت. الان هم بهتون میگم که سلبریتی عزیز گرین کارت رو زمین بذار، حرف زیادی هم نزن.